وقتی میخوایم یه فیلم رو تحلیل کنیم و داستان اون رو به صورت کامل بفهمیم، پلان ابتدایی رو با پلان انتهایی فیلم مقایسه میکنیم و بعد از اون به کانسپت فیلم به صورت کامل پی میبریم. در پلان ابتدایی پسر بچه رو میبینیم که با دست خالی کلی ملخ گرفته. اون متوجه اومدن یه ماشین میشه. بعد از اون نگاه به جاده میکنه و بعد در بک‌گراند ماشینی که داره میاد ماشین پلیس رو میبینه که خراب شده. در فیلم ها وقتی بخوان نشون بدن برای مثال یک شخص بیماری داره، مثلا نشون بدن طرف سرفه میکنه، بعد از یه مدتی اون رو در بیمارستان و روی تخت میبینه. وقتی میخوان نشون بدن که قانون و مقررات و پلیس های فاسدی یک کشور داره، اون رو با یک نما نشون میدن که برای مثال ماشین پلیس خراب، که در این پلان به صورت کامل شما مشاهده میکنید که ماشین پلیس خراب شده. و در طول داستان شما به صورت کامل میبینید که حتی وقتی میخوان آزمایش دی ان ای بگیرن، در اون زمان اون آزمایش دی ان ای رو میفرستن آمریکا، بخاطر اینکه پلیسای اون کشور اون امکانات رو نداشتن و سیستم قضایی و آدمهایی که در اون سیستم کار میکردن همه یا فاسد بودن یا توانایی حل کردن پرونده ها و کمک به مردم رو در اون زمان نداشت. بعد از اون ما کلی بچه رو میبینیم که با ابزارآلاتی اومدن ملخ بگیرن ولی هیچ کدوم ملخ نگرفتن. این یه نوع کنایه به سه تا کارگاهی که در طول فیلم داشتیم. چرا اون بچه ها ملخ نگرفتن و این یه دونه بچه با دست خالی ملخ گرفت؟ به این دلیل که این بچه از عقل و هوش استفاده کرده، ولی اون سه تا کاراگاه درگیر احساسات، حماقت و با استفاده از زورشون میخواستن این پرونده رو حل کنن. و در آخر معنای ضمنی ملخ در این فیلم به نوعی کنایه به مرد است. ملخ موجودیه که تومش رو شکار میکنه و از اون تغذیه میکنه و بعد از اون تومش رو میندازه دو. تمام مردایی که در این فیلم دیدیم، چه کارگاه ها چه مزنونین، از زنها سوء استفاده میکردن و بعد از اون زنها رو دور مینداختن. در انتهای فیلم میبینیم که کارگاه دیوار چهارم رو به نوعی میشکنه و به ما نگاه میکنه. به نوعی یه نوع معنای فمینیسمی داره. میخواد بگه که همه ما میتونیم یه قاتل باشیم. همه ما زمینش رو داریم و به نوعی از زنها در این جامعه استفاده میکنیم و اونا رو دور میندازیم. امیدوارم از این تحلیل خوشتون اومده باشه و تحلیل پلان به پلان و کامل این فیلم رو بعدها در کانال یوتیوبم قرار خواهم داد. خدا نگهدار.